نکتهی که در این ایام مبارک من میخواستم بهش تأکید بکنم این که ما علا رقم فشارهایی که هم از ناحیه تحریم اقتصادی و جنگ اقتصادی پیش رو داشتیم و هم از ناحیه ویروس کرونا که خب از دو طرف فشار به مردم ما و جامعه ما بود به همدلله حرکت های خوبی رو در سایه حضور مردم، ایثار مردم، فداکاری مردم و همچنین خادمان مردم در دولت و قوای دیگر ما شاهدیم یکی از اون نکات مهمی که این ایام برای جامعه ما حائز اهمیت بود بودجه 1400 بود که این بودجه پیامهای بسیار مهمی برای اقتصاد سال آینده داشت و امروز جامعه ما در عمل این پیام رو به خوبی دریافت کرده این پیام بودجه ما اینه که سال آینده با امسال و سالهای قبلش یعنی 97 98 و امسال که سال 99 هست سال 1400 متفاوت خواهد بود هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ تحولاتی که در زمینه بودجه عمرانی خواهد بود کاملا این بودجه نشون میده شرایط چگونه است و خود این تقدیم لایه بودجه انتظارات مردم رو نسبت به سال آینده انتظارات مثبتی کرده و در سایه انتظار مثبت و همدلله ما میبینیم که در همین هفته های اخیر تحول مثبت هم در اقتصاد میبینیم هم در کشاورزی میبینیم و هم در بخش خدمات ما شاهد اون هستیم و حتی از لحاظ رشد اقتصادی همونطور که قبلا من اشاره کردم شش ماهه اول ما مثبت بوده و انشاءالله تا پایان سال هم رشد اقتصادی ما علا رقم همه مشکلات مثبت خواهد بود تورم هم اولین نقطه اثریش رو ما در تورم آزرماه میبینیم که اولین حرکت در تورم نقطه به نقطه شروع شده و آغاز شده و انشالله در مسیر مهار شتاب تورم انشالله خواهیم بود و همین آمار این ماه هم همین واقعیت رو به ما نشون میده در بخش صنعت تحولی که ما شاهد هستیم این که بیش از 1170 واحد صنعتی ما در نه ماهه امسال تحرک پیدا کرده واحدهای صنعتی که راکت بوده فعال نبوده فعال شده و تا پایان سال هم ان این رقم امیدواریم نزدیک بشه به رقم پارسال در سال 98 ما 1600 واحد صنعتی رو فعال کردیم شالا در ماهای آینده این روند شتاب میگیره و امیدواریم به همون آمار سال گذشته ما نزدیک بشیم